بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. اینک مواقف عرفات است، بنگرش طولش چو عرض جنت و صد عرش اکبرش. جبریل خاطب عرفات است روز حج، از صبح تیغ و از جبل الرحمه منبرش. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما بینندگان و سروران گرامی، همراهان خوب و نازنین شبکه هادی تیوی. با برنامه به وقت بیداری در خدمت شما عزیزان هستیم و انشالله که در ایامی که قرار داریم، ایام بابرکت، انشالله طاعت و عبادت شما مؤمنین مورد رضایت درگاه احدیت قرار گرفته باشد. با احترام و با افتخار همراه شما هستیم و در کنار شما در محضر سرور عزیزمان جناب استاد رمضانی. سلام علیکم استاد، بسیار خوش آمدید. علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما مجری محترم و همه بیننده های بسیار محترم و عزیز سلام عرض میکنم و از خداوند سبحان طلب میکنم به همه ما توفیق طاعت و بندگی را مرحمت بفرماید، ما و همه بیننده های ما را در ثواب حاجیان شریک بفرماید و ای عید بر همه مسلمان ها مبارک گرداند و انشالله هر کجا دل قندیده ای هست بدل به سرور و شادی بگردد انشالله. بسیار عالی. خوب است رسا؟ الهی شکر. خیلی خوش آمدین. قبول باشه انشالله طاعت عبادت شما. شاید بیننده های عزیز ما امشب منتظر برنامه احکام بودن بر رسم سه‌شنبه شب‌ها که در خدمت استاد رسولی بودیم، ولی خب چون به هر حال شب قرار گرفتیم و ویژه برنامه ای تهیه دیده شد و ما مزاحمت ما با شماست، انشالله که دقایقی در خدمتتون هستیم، حتما مطالب ارزنده ای برای ما و بینندگان عزیز حتما قرائت خواهید کرد. استاد، برنامه موضوعی که انتخاب کردیم چون به هر حال حال و هوای روزها، حال و هوای دعا هست و نیایش هست، موضوع ما نیایش و نشاط روح هست که انشالله به نتیجه برسیم که چه ربطی بین نیایش و نشاط میتونه باشه. از محضرتون استفاده میکنم. بله، موضوع بسیار عالی هست در ایامی که معروف است به ایام عرفه، و عرفه یعنی شناخت، آگاهی، معرفت، و وقتی که ما عرفه رو میشناسیم و میشنویم ناخودآگاه ذهن ما به دعای بسیار معروف و پرمعنای وجود مقدس امام حسین ابن علی علیه السلام کشیده میشه که به نام دعای عرفه معروفه. پس بسیار مناسبت داره که ما این بحث رو مطرح کنیم و زیبایی این بحث باز در این قسمته که به بحث نشاط روح اشاره میکنه، چون گاهی تصور شاید این باشه که وقتی ما دعا میکنیم یعنی غمگینیم. بله بله، تصور از یک انسانه که یکی مثلا مؤمن باشه میگه خب اینا بیشتر انسانایی هستن که روحشان درگیری داره و اینا غمگینن بیشتر تا یکی شاد باشه. و گاهی دین رو همراه با غمگینی میدانن یا میگن که شادی مثلا بکنیم. اینا فکر میکنن که که انسان فکر میکنه که نمیشه با دعا شادی کرد. ما میخوایم شادی با دین و دعا. بله. متعارضه. ما در این جلسه انشالله به یاری خداوند مطرح میکنیم که نه، دعا و نیایش خودش یک نوع شادی هست و شادی واقعی هست. شادی واقعی، چون او شادی که باعث انبساط روح میشه و نشاط روح میشه، او در حقیقت شادی هست. یک سخن بسیار زیبایی داره آقای دکتر الکسیس کارل. این آقای کارل در حقیقت پزشک بوده که در بحث پیوند رگ‌ها برنده جایزه نوبل هم شده. بله. ولی خب بر اساسی که با انواع بیمارها سر و کار داشته و تجربه کرده از نزدیک به همین بحث نقش دعا و ایمان در بهبودی روح و روان بیمارها و تو بیبودی بیماری های جسمی اونها، خیلی کلمات زیبایی داره در بحث نیایش. میگه که او انبساط و نشاطی که از نیایش برای انسان پیدا میشه
با او انبساطی که از تخدیر، مثلا کسی ممکن یک مواد مخدر، یک مواد به تعبیر استعمال کنه، عملی داشته باشه، نشاط ظاهری کاذب برش پیدا بشه، میگه اون نشاطی که از تخدیر یا مثلا مشروبات الکلی اینا پیدا میشه، او بدن رو به ضعف و روح رو به ضعف میگرایانه و کم کم در مرور زمان به مرگ منجر میشه. ولی این نشاطی که از نیایش پیدا میشه، ای حاصل سیراب شدن تشنگی فطری انسان هست. فطرت انسان نیازمنده به اینه که با مبدع هستی ارتباط برقرار بکنه. این تشنگی وقتی سیراب میشه، این نشاط از عمق وجود انسان هست و این نشاط سبب میشه که وجود انسان منبسط بشه، یعنی استعدادها شکوفا میشه. برعکس اثری که بوده بله. شما میتونه عاطفه ها شکوفا بشه، معنویت در انسان شکوفا بشه. و سخن زیبایی داره باز جبران خلیل جبران، میگه شما همه رقم که در غمها، در گرفتاری ها دست به دعا برمیدارید و این چیز طبیعیه. ما خود ما میبینیم که وقتی مشکلی برمیخوره مؤمنین بیشتر دعا میکنن، بیماری دارن، گرفتاری دارن، قرض دارن، بیشتر به درگاه خدا، اینم خوبه. ولی ایشان میگه شما وقتی به گرفتاری ها به درگاه خود دست برمیدارید، کاش میتوانستید در اوج شادی ها دست به دعا بردارید و مناجات و نیایش کنید. چرا؟ به خاطر ای که وقتی شما با مبدع هستی، با خالق هستی نیایش میکنید، در حقیقت روح شما با بیکران متصل میشه، در فضای بی‌نهایت وسعت پیدا میکنه و این خیلی نشاط ایجاد میکنه، شادی شما صد برابر میشه. و باز او آقای کارل میگه که کاش انسان ها همین رقم که امروزه، ایشون میگه لذت علم رو فهمیدن، میفهمن که علم واقعا چیز خوبیه، دنبال علم میدن، تحصیلات خیلی خوبه، کاش انسان ها همین رقم که لذت علم فهمیدن، لذت زیبایی خدا رو میفهمیدن. عجب صحبت بسیار زیبایی. بعدشون میگه که نیایش برای روح انسان مثل اکسیژن است برای جسم انسان. عجب. ایشون میگه ما در نیازهای یک انسان چهار تا بعد داریم، چهار تا نیاز اصلی داریم. ایشون تعریف میکنه، یکی به خوراک، خوردن و آشامیدن، خب انسان نیاز داره، یکی به رشد و توسعه که انسان باید رشد پیدا بکنه و سلول های مرده جایگزین بشن، یکی تولید نسل که نسل انسان باشه، و یکی هم نیایش. یعنی از ابعاد اصلی نیاز میگه همون بحث نیایشه. بنابراین ما مهم بگیم که نیایش در حقیقت شادیه، انبساط روحه. مطالبی که فرمودین استاد، چند تا سوال شاید پیش بیاد به ذهن بینندگان از این ما هم. خب نشاط واقعی رو مطرح کردین، خب وقتی که واقعی باشه، خب یک نشاط کاذبی هم در کنارش قرار میگیره. پس ما اگر بیم همین کلن نیایش و نشاط یک معنایی برای ما مهربان بفرمایید که یک تعریفش و نشاط و نیایش، باز انشاءالله میرسیم به سوالات دیگه. نیایش به همون واژه فارسی دعا هست. در عربی دعا گفته میشه، در فارسی نیایش. خب نیایش یا همون دعا معانی مختلفی در کتاب‌های لغت گفتن، به معنی درخواست، به معنی طلب، ابراز نیاز، ابراز فقر، به معنای توجه کسی را به سمت خود جلب کردن. اینا معنی نیایشه. وقتی ما به خداوند، به خدا نیایش میکنیم، گاهی ابراز فقر میکنیم، الهی انا عبدک الضعیف، خدای من بنده ضعیف تو هستم، من نیاز دارم، من علم طلب میکنم، من معرفت طلب میکنم، من عاقبت. اینا نیازه. انسان سراسر آکنده از نیازه. نیاز هست. اصولا ما دعاهای ما چهار تا بود داره. یک بود بوده ای که انسان نیازهای خودشو به خدا عرضه میکنه. پس نیایش یک معنی اینه که ابراز نیازه. گاهی نیایش به معنای کسی رو به سمت خود متوجه کردن، یعنی خدایا ما که وقتی با شما صحبت میکنیم، گرچه شما به همه بندگان، همه مخلوقات خود، حتی به اشیا، به جمادات توجه داری، ولی او توجه خاص خودت رو به من بکن. وقتی با شما صحبت میکنم، از سر لطف،
لطف و مهربانی خود به من متوجه کن. اقبل الی اذا ناجیت، وقتی با تو صحبت میکنم گویا تنها مخلوق تو من هستم. و وقتی خداوند و علم بیکران، قدرت بیکران و رحمت بی‌نهایت وقتی به یک موجود، یک مخلوق توجه بکنه، مسلمه که همون که کارل گفته بود که مثل که یا جبران خلیل گفته بود که انسان در به بی‌نهایت متصل میشه، این میشه همون معنی نیایش. اما معنای نشاط، خب استاد اگر اجازه باشه، چون به زمان میان برنامه رسیدیم، مطلب شما ناقص نمانه به اتفاق شما و همه بینندگان عزیز، سری میزنیم به اتاق فرمان و بعد از دیدن میان برنامه انشاءالله در خدمت استاد محترم خواهیم بود. همراه ما باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سید ابوالحسن سجادی هستم، باشنده کابل. نسیمه فیضی هستم، باشنده کابل. سید محمد نقوی هستم و باشنده شهر کابل. محمد عزیز امید هستم، باشنده کابل. رویا مرزایی هستم، باشنده کابل. زمانی که نیاز به کمک دارید و هیچ کس حاضر نیست به شما یاری رساند، اولین کسی که به ذهنتان می آید کیست؟ به خداوند از که به ذهن ما می آید. اولین کسی که به ذهن ما می رسد خداوند متعال است، چون قرار آیه قرآن میگه آیا خداوند شما برای شما کافی نیست؟ یعنی که هر چیز ما ضرورت داریم باید از خداوند بخواییم. یک چیزی طبیعی است که ناخودآگاه اون کسی که قدرت از همه که فوق قدرت هاست او به ذهن آدم میاد. چی انسان مسلمان باشه چی کافر باشه، او ما شما میگیم که خداوند تبارک و تعالی، ولی اونایی که مثلا خدا رو نمیشناسه اونها هم طبعا میگه که یک قدرت مافوق است که او انسان یاره میرسانه که خداوند تبارک و تعالی باشه. به ذهن ما اولین کسی که میآید بهترین یاری کننده که خداوند جل جلاله میباشد است و همچنان ائمه علیهم السلام. چگونه به سراغ او می روید و چگونه از او کمک می خواهید؟ وضو می گیرید، نماز می خوانید، بعد از نماز یک دعا می کنید که امو خواست خداوند برآورده کنه. ما بخواهیم سراغ خداوند متعال برویم، باید ای که اولا راه دعا و نیایش پیش بگیریم. یعنی مقدمات که بر دعا است که باید اینا رو مراعات کنیم، مثلا وضو بگیریم، دو رکعت نماز بخونیم، بعدش حمد و ستایش خداوند متعال کنیم، باز بعد از نعمتایی که بر ما داده از او سپاسگزاری کنیم و در اخیر حاجت که داریم باید از خداوند متعال بخوایم. این راه شنیمی است که انسان از با خلوص میاد از ته دل وقت خدا را صدا میکنه. اگر با دعا از خدا چیزی بخواهید چه زمانی را مناسب راز و نیاز میدانید؟ خب همو نصف شب که باش بگیم نماز شب، اگر اون وقت هم نشد 10 دقیقه قبل از اذان صبح بهترین وقت راز و نیاز با خداوند میباشد. مناسب راز و نیاز هم نیمی شب بگم چی زمان دعا مستجاب میشه؟ وقت افطار در ماه رمضان، وقت افطار. یکی از شرایط زمانی شمیش شب و روز عرفه است که خیلی فضیلت داره. بهترین زمان راز و نیاز نصف شب یا نیمی شب که بهش میگیم نماز شب. اگر قرار باشد یک حاجت شما در زودترین زمان ممکن مستجاب شود، از خدا چه میخواهید؟ اگر قرار باشه که یک حاجت در زودترین زمان ممکن روا شود، برای دوستان و خانواده‌ام کربلا میخواهید. از خدا میخواهیم که ایمان ما را به درجه یقین برساند. همون ظهور مولای ما امام عصر اجل الله تعالی فرجه شریف بهترین حاجت ماست که بخواهیم از زودترین زمان مستجاب شود. عاقبت به خیری برای خودم است. که از یکی از چیزایی که برای انسان مهمه، خیلی مهم است، مسئله عاقبت به خیری است که آدم از این دنیا بره و عاقبت به خیر باشه. از خداوند متعال فرج آقای امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف هم میخواد. در چه روزی خداوند بیشترین تعداد از بندگانش را از آتش جهنم آزاد میکند؟ یکی از اون روزهایی که در روایت آمده روزهای ایام ماه مبارک رمضان است. بیشترین آماری که میتونیم ارائه بکنیم همین ماه رمضان است. جواب شو بگید، نگه شما بگید. احتمالاً که امروز غدیر باشه، عید غدیر باشه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید خداوند در هیچ روزی به اندازه روز عرفه بندگان خویش را از آتش جهنم آزاد نمیکنه. سنن الکبرا جلد 5 صفحه 192.
اللهم عرفني نفسك فإنك لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك زللت عن ديني. سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما بینندگان و سروران گرامی. بله دیدیم میان برنامه را که الحمدلله که چه عزیزان با معرفت بودن و سوالات درست جواب دادن. انشالله که خداوند توفیق عمل به همه ما و عزیزان عنایت بفرمایید. استاد محترم در ادامه مبحث رسیدیم به معنای نشاط. بله وقتی به لغت نگاه میکنیم ما میبینیم بسیار معانی مختلف برای نشاط گفته شده. نشاط با ت دستدار به معنی سرزندگی بعضی معنی کردن، به معنی سرزندگی. بله سرزندگی یعنی شاداب بودن. به معنی از خفا بیرون آمدن، چیزی که مثلا پنهان است، شما وقتی که او را از او پنهانی بیرون می آورید او را میگن نشاط. مثلا یک دانه در دل زمین پنهان شده، وقتی سر برمیاد میگن این نشاط داره. یا گلی که باز میشه، گلی که باز میشه مثلا، یا در آوردن چیزی از داخل. مثلا به فرشتگان در قرآن به معنی ناشطات گفته شده و ناشطات نشطا. چون روح را از بدن جدا میکنن، چیزی را از جدا میکنن، جدا کردن چیزی. یا به معنی انجام وظیفه با میل، با رغبت، با اقبال. گویا آدم وظیفه خودش انجام میده ولی ناراحته، میگه از اکراه. این نمیگم نشاط. یکی اینه که مثلا اگر معلم هست، اگر مدرس هست، اگر دانش پژوه هست، در هر کاری که هسته وقتی با نشاط میره، یعنی سر ساعت میره، خوب با دقت انجام میده، کوتاهی نمیکنه و با اقبال خوشحالم هست، اینو میگن نشاط داره. لذا به فرشته ها، چون که اینا فرمان خدا رو که انجام میدن، بسیار وظیفه شناسن، دقیق انجام میدن و با میل و رغبت، میگن اینا و ناشطات نش با اینا کسانی هستند که وظیفه رو انجام میدن و با اقبال. وقتی روح به تعبیر میگیم نشاط روح، یعنی شادابی روح، یعنی انبساط روح، یعنی از او حالت خفا بیرون آمدن، روح در بیرون عرشبت بروز پیدا میکنه. ما میبینیم که این شخص یک روح با نشاطی داره، یک روح وسیع و بزرگی داره. انسانهایی که روح بزرگی دارن، رفتار اونها، منش اونها، گذشت اونها معلوم میشه که اینا داره روح بزرگی هن. به دنبال انتقام گیری و کینه نیان. اینا خودش بروز روح هست. بسیار. یا همین که اقبال میکنه، یک کسی که روح بانشات داره به بندگی خدا، به وظایف نسبت به خداوند، نسبت به خلق خداوند با اقبال و میل انجام میده. بسیار. استاد محترم اشاره فرمودین به بعد جسم و الان هم اشاره فرمودین به بعد روح. خب انسانی که مرکب است از جسم و روح، خب اگر برای یکم مهربانی می‌فرمایید توضیح بیشتر بدین به اینکه اهمیت نیایش اینجا چیست که در کدام قسمت عمل میکنه؟ این نیایش آیا در جسم زیاد عمل میکنه یا در روح؟ بله خب عنوان این برنامه شد نیایش و نشاط روح. از این معلوم میشه که ما یک روح داریم، یک جسم داریم و یک موجود دو بعدی هستیم. نمیشه بگیم انسان همین جسم است، به خاطر اینکه وقتی ما به تعبیری از این عالم منتقل میشیم، به تعبیری جان ما گرفته میشه، بدن در زیر خاک میره ولی ما هستیم. پس او یک حقیقتی هست که ماندگاره. این که چه رابطه بین روح و جسم هست و نیایش به کدوم تأثیر بیشتری داره، در جواب میشه بگیم که در حقیقت اثر اصلی نیایش بر روح و روان است، ولی روح و روان بر جسم هم تأثیر گذاره. بله. خب حالا نگاه میکنیم که علوم روز، روانشناس ها روانکاوایی را کشف کردن و میگن که بسیاری از بیماری های جسمی منشأ روحی دارن، روانی دارن. یعنی افسردگی ها، نگرانی ها، اضطراب ها، ترس ها، ناامیدی ها
ممکنه بر روی اعضای بدن ما، به قلب ما، به سیستم گوارشی ما، به معده ما و انواع و اقسام اعضای دیگه اینا تاثیرگذار باشن. و امروز اتفاقا علمای روانکاو و روانشناس همو چیزایی رو مطرح میکنن که انبیا در سالها و قرنها و هزاران سال قبل بیان کردن و در کتابهای دینی هست. یعنی دعوت به نیایش میکنن، دعوت به ایمان میکنن، میگن این هرچی اینا تقویت بشه جسم این هم راحت تر میشه، چون روح و جسم یک رابطه متقابل دارن. بنابراین اثر نیایش مستقیما بر روح متوجه میشه. بله. ولی چون روح با جسم ارتباط داره، وقتی روح با نشاط باشه اثرات از روح هم در جسم. بله، یک انسان افسرده جسمش هم افسرده، ولی وقتی که روح با نشاط باشه و منبسط باشه، شاداب باشه، جسمم بیماری ها رو دفع میکنه. بسیار استاد، شاید این سوال به ذهن عزیزان خطور کنه که خب آیا هر نیایشی باعث ایجاد این نشاط شادابی میشه در روح؟ خب بعضیا شاید اعتقاد دارن که یک رقم حرکات ورزشی مثل حالا یوگا یا همزالوم اینا میشه و آرامش میرسانه هم به روح هم به جسم. یه مؤلفه هایی که یک نیایشی که او تأثیر بتونه بانه به جسم و روح، آیا مؤلفه خاصی داره این نیایش؟ بله، او چیزی که حقیقت میتونه روح را منبسط و شاداب بسازه ارتباط و نیایش با خالق هستی هست. این در قرآن کریم میخوانیم که الا به ذکر الله تطمئن القلوب، یعنی حسر میرسانه. حسر یعنی چی؟ یعنی که راه های دیگه اگر انسان از راه ها بره اینا او نشاط و انبساط واقعی و اطمینان واقعی را نمیرسانه. ممکنه یک آثار جزئی داشته باشه، عرشبت خدمت شما، یک سری حرکات ورزشی، یک سری رفتارهایی که تمرکز حواس را جمع بکنه، یک مقداری انسان نیروهای معنوی خودش را متمرکز بکنه، یک سری قوتهای معنوی پیدا بکنه، ولی اونی که مد نظر ما هست به عنوان نیایش و نشاط روح، اون نیایشی هست که با خالق هستی، با آفریدگار هستی، با علم بیکران، با قدرت بیکران، با حیات مطلق، با او نیایش میشه. خب استاد، اگر حالا عزیزان بخواین، خب حتما که اهل دعا و نیایش هستن، ولی خب با این صحبتهای حضرت عالی انشاءالله بخواین که یک تغییری ایجاد کنن در این رابطه، چی پیشنهاد میکنین؟ این دعا و نیایش در چه قالبی باید باشه بهتره؟ آیا مثلا در قالب این ختم های استغفار باشه یا در ادعیه خاصی مورد نظر هستش؟ بله، این سوال بسیار زیبای فرمودین شما. من اولا به همین نکته که فرمودین اشاره بکنم که اهمیت نیایش از این فهمیده میشه که ببینید در بیانات اهل بیت ما گاهی یکی از سه رکن اصلی زندگی رو نیایش گفتن. نیایش یکی از سروک نه اصلی، یا گفتم از چارتا، چون تقسیم بندی هایی که در رسانه اهل بیت اومده گاهی چارتایی گاهی ستایی میگن که یک قسمت از بله وقت خود عاقل سزاوار است که قسمتی از زندگی خودشه، ساعاتی از عمر خودش، از 24 ساعت خودشه، برای نیایش با خدا، یوناجی فیها ربه، در اون ساعت در اون لحظات با خداوند خودش مناجات کنه. مناجات و حالا ساعت‌های دیگری هم به کار و تلاش و لذت‌های حلال، ولی خب ایره پس خیلی مهمه. خب این در قالب چی باشه؟ ببینید نیایش کمتر از 2 دقیقه هم استاد زمان داریم. نیایش میتونه در قالب نماز باشه، خود نماز سوره هم نیایشه، اهدنا الصراط المستقیم. تعقیباتی که در نماز هست، خب بسیار تعقیبات زیبایی از اهل بیت است. خب اینا رو میتونه انسان به عنوان نیایش سری بعد از نماز برنخیزه، حالت معنوی پیدا کرده از خداوند، او چیزایی که از اهل بیت بهترین خواسته رو اهل بیت گفتن در قالب دعا. بله ایام هفته خودش یک دعاهایی داره، روز شنبه، یک شنبه، او این دعاهایی که مثل همین دعای روز عرفه، صفه سجادیه، اینا واقعا مملو از روح معنویت و نیایشه. اینا رو انسان یک تکه‌هایش برای خودش انتخاب بکنه، جملات زیبایی که اونا رو تکرار بکنه به عنوان یک
ورد الان گویم در حرکت میکنه چیزی زیر زبان میگه، او جملات دعاره الهی من ذا الذی ذاق حلاوت محبتک فرام من که بدل، خدای کیه اون کسی که لذت مناجات تو را فهمید دیگه چیز دیگه براش لذت نداره. بله از همه چی بینید این پس میتونه در قالب های مختلفی که از طریق معصومه رسیده این حالت مناجات و وصل به خدا را به خودش حفظ کنه ماندگار باشه. تشکر میکنم استاد محترم. خب باز هم رسیدیم به زمان میان برنامه و به اتفاق شما بینندگان عزیز میبینیم میان برنامه را و در قسمت پایانی مطالب استاد انشاءالله در خدمت شما هست. اللهم صل على محمد و آل محمد كما صليت و باركت على ابراهيم و آل ابراهيم. خب استاد محترم در مطالبی که به هر حال سیر بحثی که داشتیم، البته که مطالب قطعا زیاد هستش و خب به خاطر زمان برنامه ما مجبور هستیم و شما که یک کمی اجمالی بحث شود، قبل از این من پول ارتباطی خدمت بینندگان محترم اعلام میکنم، نمبر مثبت 964-780-255-4013 نمبر واتساپی برنامه است و شما بزرگواران میتونید با برنامه خودتان به تماس شوین، سوالات و نظرات و پیشنهاداتان را برای ما رایی کنین انشاءالله. خب صد یکی چطور شاید برای بعضی از ازان هنوز خوب جا نیفتاده باشه که واقعا این نیایش چگونه میشه که باعث نشاط و ایجاد نشاط در روح میشه، اگر در یه چگونگی چند دقیقه مهربانی بفرمایید و انشاءالله که باز قسمت نهاییه. ببینید ما وقتی که نگاه میکنیم به جوانب مختلف این بس که چی کار میکنه نیایش با روح ما که روح میشه با نشاط از خفا بیرون میشه شاداب میشه، تقریبا 14 تا عامل میشه، یعنی 14 تا اثر داره نیایش که این سبب میشه روح وقتی این آثار به او عارض میشه باعث انبساط، باعث شادابی، باعث توسعه، باعث شکوفایی او میشه. من چند تا اشاره میکنم به خاطری که فرصت کمه، باز اگه مجالی بود انشالله باید بس بکنیم. یکی از کارهایی که نیایش میکنه اینه که انرژی های نهفته روحانی ما رو آزاد میکنه. عجب. این دقیقا مثال میزنن علما همین رقم که بشر توانسته اتم را بشکافه به او انرژی های نهفته‌ای که در او هست بله او را به تعبیر استخراج بکنه بروز بده ببینیم یک مقدار اندکی از او انرژی اتمی ممکنه 100 سال یک منطقه را برق بده، روشنایی منطقه را تامین بکنه، یا اگر خدای نکرده در راه مثلا خراب استفاده بشه ممکنه چه اثرات بزرگی میلیون ها نفر قتل عام بکنه. پس زور بسیاری داره این باز شدن او انرژی های نهفته. نیایش کاری که میکنه اینه که او انرژی های نهفته روحانی ما رو وقتی با خدا متصل میشیم، با خدا گفتگو میکنیم، روح ما خیلی قویه. او انرژی ها در کل انسان ها وجود داره، در همه هسته. وقتی اینا رو انسان متاسفانه سرگرم مثلا شهوت ها میشه، متاسفانه سرگرم غفلت ها میشه، مالندوزی ها میشه، خدا رو فراموش میکنه، خب بعد که خدا فراموش میکنه خودش رو فراموش میکنه، نسی الله فانساهم انفسهم، اصلا اون انرژی ها دفن میشه، یک آنقدر ضعیف میشه که نمیتونه 5 دقیقه با خدای خود مناجات کنه، آنقدر برو سنگین میشه که حالتا نماز نداره. خب و اما اون انرژی ها اگر باز بشه خیلی قوت پیدا میکنه. این انرژی ها کی وامشه انرژی ها بروز پیدا کنه؟
با مناجات، با دعا، با ارتباط با خالق هستی، با ارتباط با قدرت مطلق. مناجات یک کارش پس اینه، ببینید یک سخن زیبای باز آقای کارل داره، میگه هیچ ملتی و هیچ تمدنی از بین نرفت مگر ای که قبل از او سنت نیایش در بین او قوم ضعیف شد. عجب. خیلی چه سخن جالبیه. میگه ملت ها چرا میرن؟ چون میگه او ارتباط با مبدأ هستیشون ضعیف میشه. وقتی اون سنت نیایش ضعیف میشه، قوت یعنی بسته میشن دیگه. پرونده نابسته میشه. یو انرژی نیستش دیگه، انرژی داره ادامه نیستش. به مادیات میچسبن، به نزاهای داخلی میچسبن. ولی وقتی او ارتباط با مبدأ هستی باشه، نیایش در بین اونها به اون معنی واقعی گسترش پیدا بکنه، اینا قوی میشن، ماندگار میشن. پس یک از راه‌های ماندگاری یک ملت اینه که ارتباط او با خدا قوی باشه. بسیار عالی. خب ما چون در شب بزرگ قرار گرفتیم، مثلا شب عرفه است و در حال انشالله که همونطور دعایی که در طلوع برنامه داشتین، خداوند توفیق زیارت عرفات و همه عزیزان عنایت بفرماید. دعایی هم داریم که اشاره فرمودید، دعای عرفه. وقتی کلمه عرفات یا عرفه میه، دعای بسیار پرمغز، عزیزان حتما رجوع کردن به یکی، دانه دانه و کلمه کلمه، دنیا دنیا معنی داره. اگر اجازه باشه گفتم که از خدمتان یه درخواست داشته باشیم تا چند دقیقه چند فرازی از این دعای با برکت برای ما و عزیزانمان بیشتر توضیح بدین. بله، خود این دعا بسیار طولانی هست و بسیار از دعاهای بسیار پرمعناست. من عاجزانه از همه بیننده ها تقاضا میکنم که این دعا را حتما به دیدگاه معرفت شناسی، به دیدگاه انسان شناسی، به دیدگاه خالق شناسی مطالعه کنن. خیلی عالیه، مضامین عالی، حتی عالی ترین عرفان در این دعاها حضرت بیان کردن. من چند نمونه رو اشاره میکنم تا کام جان ما با این دعا بیشتر شیرین بشه. بله، ما کمتر از 5 دقیقه زمان بله من خیلی خلاصه عرض میکنم چون بالاخره یک اشاره شده باشه. خیلی بله. زیبا. در فراز اول این دعا حضرت با حمد خدا شروع میکنن، میگن الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع ولا كصنعه صنع صانع وهو الجواد الواسع. میگن حمد خدایی را که وقتی حکم میکند کسی توانی که او را دفع بکنه نداره. یعنی قدرت مطلق خداوند. و وقتی خدا با انسان با این موجود دوست باشه، یعنی کل عالم هستی همراه با او هست. و اگر خداوند بخواد خواسته باشه به کسی چیزی عطا بکنه، کل عالم خواسته باشن مانع بشن، مانع نمیتونن بشن. وقتی خدا بخواد کسی رو عزیز بکنه، کل عالم دست به دست هم بدن که او عزیز نشه، خدا او رو به عزت میرسان. این خداست. و هو الجواد الواسع، یعنی بخشنده ایست، وسعت بی نهایت میبخشد، بخیل نیه خداوند. و هیچ سنعی، هیچ کاری به مانند کار خدا نیه. نمیشه بگیم دیگه حالا بشر میتونه مثل خدا موجود درست بکنه. نه، کار خدا فقط مخصوص خدا خدای. در فراز دیگری میفرماین که اللهم اجعلنی اخشا که انی اراک. خدایا مرا او رقمی با معرفت و خشوع قرار بده، قلبم یک رقمی خشوع داشته باشه که گویا در همه لحظات تو را میبینم. این حالت احساس حضور که در محضر تو هستم، یعنی همیشه روح من این احساس را بکنه که با مبدأ هستی، با قدرت بی نهایت، با علم مطلق، با حیات بیکران متصلم، همیشه با او هستم. سوال اگر از اون پرسان کنم که خداوند که قابل رؤیت نیست، چطور اینجا منظور چی هستش از این فراز؟ بله، رؤیت گاهی وقتا هست با چشم دله. مثلا شما به یک بچه میگیم ببینی خیلی با ادبه، خب خیلی خوب درس میخونه، میگیم من میبینم این آینده روشنی داره. من میبینم با کلوچشون میبینین این آینده که دیده نمیشه، یعنی که طفله. یک کسی بسیار تنبلی میکنه، خدای نکرده با رفیقای بد میشینه، خدای نکرده به دود مشغول شده، میگیم من میبینم آینده ای آینده بدیه،
از کجا میبینید؟ بسیار مثاله، با چشم دل میبینید. این خدا رو حتی در همین دعا هست که بله میگه متا غبت حتی تحتاج الی دلیل. خدای تو کی نبودی که دلیل خواسته باشه ما بیایم اثبات بکنیم خدا رو؟ علی غیره که من ظهور مالی سلک، آیا غیر تو ظاهرتر از تو که اونا بخوان دلیل بشن برای تو، ما بخوایم با خورشید تو رو اثبات بکنیم؟ تو خود تو خالق خورشیدی، خالق ما هستیم. و یا من هو اختفال فرت نوره از ظاهر الباطن و فی ظهوره. بله، پس بنابراین خدا شدت ظهور دیده نشه. بله، اگر کسی چشم دل او باز باشه خدا از همه چیز روشنتره برای انسان. برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت که همون چشم دله. مثلا به عنوان نتیجه گیری در یک دقیقه، اگر نتیجه گیری اینه که ای که خداوند به ما این لطف کرده که ما با او صحبت کنیم، این بزرگترین نعمته. اتفاقا در دعا هم داریم که باید استفاده کنیم، استفاده از این موقعیت. و من اعظم نعم علینا جریان و ذکر که علا حسنتنا. خدایا بزرگترین نعمت اینه که به ما اجازه دادی با تو مناجات و نیایش کنیم و هرچی از این استفاده کنیم ما نعمت ما افزون میشه. بسیار عالی، تشکر میکنم استاد محترم. میبخشید که اگر مطالب شما رو ما قطع کردیم و انشالله که ما و بینندگان عزیزمان از دعای خیرتان فراموش نفرمایید. ای امیر عرفه، بی تو صفا نیست که نیست، بی تو در آن عرفه عشق و صفا نیست که نیست. ای امیر عرفه، یوسف زهرا مهدی، حاجتی غیر ظهورت به خدا نیست که نیست. اللهم عجل ولیک الفرج. همه شما بینندگان عزیز به خداوند مهربان می سپاریم. خدایا رو نگه دارتون.